با یک ویدیوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویدیو میپردازیم به توضیحات همایون شجریان درباره تشییع استاد شجریان در مشهد. امروز صبح نماز بر پیکر استاد محمد رضا شجریان به امامت سید محمود دعایی اقامه شد. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. در ادامه ویدیو میشنویم صحبت‌های همایون شجریان فرزند زنده یاد استاد محمد رضا شجریان را. لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. نماز ایشون خونده بشه ولی گویا ستاد کرمه اجازه نمیده و من هم نمیدونم به شما بگم که هر موقع چه بکنید. سپاسگزار که اومدید. من تسلیت میگم به شما، ایشون متعلق به همه شما هستن، همه شما صاحب رضا هستید. ایشون منتقل شدن به مشهد که انشالله فردا در اونجا ایشون رو تشریف کنیم. الان نماز خوانده شده که ایشون برن. بعد خوانده شد، ما الان نماز رو خواندیم بر پیکرش. ایشون برن نماز بر سرش خوانده شد. علی‌رغم درخواست شب گذشته همایون شجریان جمعیت زیادی برای بدرقه پیکر استاد محمد رضا شجریان به بهشت زهرا آمدند. پیکر خسرو آواز ایران که ساعتی پیش بر آن نماز اقامه شد، در این محل یعنی در طوس آرام می‌گیرد. ساعت دقیق تدفین استاد شجریان هنوز اعلام نشده. عضو شورای شهر مشهد اعلام کرده ساعت دقیق تدفین استاد شجریان اعلام نشده و در حال بررسی است. من شخصا نگران تراکم جمعیت در طوس هستم. از مردم عزیز خواهش میکنم که اگر در مراسم تدفین استاد شجریان حضور پیدا میکنند، پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و با خود اطفال و افراد سالمند را نیاورند. شرایط آرامگاه فردوسی اینطور است که انتهای یک بولوار است و نگران شرایط ترافیکی و ازدحام جمعیت هستم. عضو شورای شهر مشهد. هماکنون بلیت هواپیمای تهران مشهد هم گران شد. نرخ بلیت هواپیمای تهران مشهد از 650,000 تومان تا 1,350,000 تومان شد تا مانع از تجمع زیاد مردم در شهر مشهد برای بدرقه استاد محمد رضا شجریان بشن. بسیاری از مردم هماکنون در جلوی بهشت زهرا و همچنین بسیاری هم در فرودگاه مهرآباد برای بدرقه استاد محمد رضا شجریان آماده شدند و همچنین هم بسیاری تصمیم گرفتند که راهی مشهد شوند تا در مشهد در محل تدفین استاد شجریان که در شهر طوس هستش در واقع شرکت بکنند. و الان هم به همین جهت نرخ بلیط های هواپیما امروز صبح افزایش پیدا کرده تا مردم زیادی نتونند به مشهد سفر کنند. امیدواریم بسیاری از مردم خوب کشورمون هم پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنن، چرا که کرونا بسیار خطرناک هستش و هر کسی که در این تجمع ها پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنه و این فاصله ها قطعا رعایت نخواهد شد و منتقل پیدا خواهد کرد به خانواده های هر تک تک این عزیزان. بنابراین امیدوارم که مراقب سلامتی خودتون و دیگران در این مراسم بدرقه و خاکسپاری استاد محمد رضا شجریان باشید. این درخواستی هستش که فرزند استاد زنده یاد محمد رضا شجریان همایون شجریان هم دیشب از مردم خواست و هم امروز صبح که خواهشان پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند و تا جایی که میتونند در مراسم خاکسپاری استاد شجریان شرکت نکنند. Gracias.
استاد محمد رضا شجریان راس فرهنگی سرزمینمان ایران چون تخت جمشید است. من به عنوان شاگرد هنر آموخته ایشان طی نزدیک به 3 دهه وامدار مشق و درس ها و آموزش بی‌دریغ این استاد کم نظیر هستم. امید دارم که بتوانم به عمل پاسخ مهر ایشان را در آموخته ها و انتقال آن به طالبان آن داشته باشم. کنیم. آقای میلانی، شما خودتون شخصا آقای شجریان رو از نزدیک میشناختید، دوست ایشون بودید. اگر میشه اول کمی از شخصیت ایشون به ما بگین، چیزهایی که شاید دوستداران او که دورا دور کارهاشو دنبال میکردن اونقدری دربارش ندونن. بخت من بود که ایشون مدتی دوست باشم. فکر میکنم بخت همه کسانی بود که با ایشون کار کردن. یاد اولیا بهبهانی میافتم که میگه کار به مرد بزرگ شود نه مرد به کار. کسانی که وقتی همکاری با آقای شجریان رو داشتن به لحاظ این همکاری به گمان من همشون برکشیده شدن در تاریخ ایران. شجریان نه تنها در زمینه موسیقی فعال بود و علاقه من بود، بلکه به مسائل سیاسی ایران نه فقط در موسیقیش، بلکه در سلوکش، در فکرش، در وقتی که میگذاشت علاقه من بود. این رو باید به عرض ملت ایران برسونم که ایشون سالها پیش متن رو در اختیار من گذاشت و گفت زمانی که مناسبه چاپش کن و من این رو در اولین فرصت چاپش خواهم کرد. متن قانون اساسی برای گذار به یک ایران دموکراتیکه که او سالها با مشورت حقوق دانان و سیاست مداران در تدارکش بود، برای اینکه میدونست ایران محتاج یک گذار هست. انسانی بقایت متواضع بود، انسانی بقایت قدر هنر خودش رو بشناسه بود و باج نمیداد به هیچ کس، نه به بازار، نه به آخوند، نه به کاباره. و نه تنها هنر ایران رو، موسیقی ایران رو، نه تنها شعر ایران رو برکشید، بلکه ایرانیت رو برکشید، برای اینکه یک الگوی برجسته از انسان بودن و انسان بودن در مقابل جزمیات دینی و جبر جابر برای ما ایجاد کرد. و جایگاهش در کنار فردوسی جایگاه شایسته است به عنوان کسی که زبان فارسی رو، شعر فارسی رو، خرد ایرانی رو در مقابل جزمیات تحمیلی خارجی حفظ کرد و برکشید. دوستان عزیز، لطفاً این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان و فارسی زبانان مقیم آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و سایر کشورهای اروپایی لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو برامون در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. با تشکر از همراهی همیشگیتون، شب و روزتون خوش.